بهتون که چه کار کردم جلسه پیش؟ جلسه پیش نشون دادم که وقتی که یه جسمی حول یک محوری که محور توی دستگاه مختصات ما حرکت انتقالی دیگه نداره و نسبت به جسمم ثابته، یعنی تو اون دستگاه، تو خود دستگاه جسمم نسبت به جسم تعریف میشه، این محور رو من میتونم روی جسم مشخص بکنم کجاست. دقیقا اگر حول محوری که نسبت به جسم ثابت هستش، من این جسم رو حول این محور بچرخونم، فقط یک مؤلفه، یک متغیر تتا که این محوریه که من دارم جسم دورش میچرخونم، اسمش میذارم محور او، به خارج به طرف خروجی صفحه، یک مؤلفه تتا میتونه شرایط رو برای من نشون بده، فقط به شرط اینکه یک مبدعی برای تتا در نظر بگیرم، یعنی یک نقطه از این جسم رو نگاه بکنم و یک راستایی هم تو دستگاه مختصات خودم بذارم به عنوان صفر و بگم که این تتا منظورم اینه. با یک کمیت متغیر تتا حالا حرکت دورانی جسم حول نقطه او داده میشد. دیدیم تتا اگر با زمان تغییر کنه حرکت داریم، حرکت دورانی داریم. این موجود اگر مثلا زمان تغییرات داشته باشه میتونم سرعت زاویه‌ای براش تعریف بکنم که میشه مشتق تتا به زمان. اگر سرعت زاویه‌ای ثابت نباشه شتاب زاویه‌ای خواهم داشت. این سرعت زاویه‌ای داره تقریبا که میشه مشتق امگا به تی زمان، یا مشتق دوم مکان که تتا هستش به زمان. و دیدیم خیلی شبیه مسئله یک بودی شدش و هیچ فرقی نداشتشون که اصلا واقعا یه متغیر هستش. شباهتاشو دیدیم. فقط من برای اینکه وارد بحث بعدی بشم دوباره میخوام یک بار دیگه تاکید بکنم. ناکنید ما یا یه جسم ساکنه یا یه جسم حرکت میکنه. اگه حرکت میکنه، اینکه این جسم داره حرکته معنیش اینه که مکانش هر جوری که شما بخواید تصور کنید تا اندازه‌گیری کنید، مکانش در دستگاه شما داره تغییر میکنه. یعنی که این گوشه این تخته پاکن داره جاش عوض میشه. این که من اینو تصویر اسمش میذارم دوران، به خاطر اینکه این جسم صلبه و من میتونم با یک متغیر تتا تمام اطلاعات حرکتی کل این جسم به شما بدم. ولی شما میتونستید این کارو نکنید. میتونستید بگید من این جزء جرمی که اینجا نشسته داره حرکت میکنه، یه جزء جرمی هم اینجا نشسته داره حرکت میکنه. این با سرعت v داره توی حرکت دایره انجام میده حول این نقطه، اینم با سرعت vp میداره حرکت دایره. هر نقطهش برای خودش سرعت داره. این جزء هم برای سرعت vp ویزگوند داره سرعت حرکت دورانی میکنه. و حرکت دورانی رو قبلا بدون اینکه شما بحثی از چرخش دوران باشه، حرکت روی مسیر دایره ای رو قبلا خوندید. یعنی که فیزیک که من برای این مسئله حاکمه همون فیزیک نیوتونیه. حرکت به این نوع هر نقطه این داره یک نیروی جانب مرکز وارد میشه، شتاب جانب مرکز داره. اگر سرعتش تغییر کنه، سرعت زاویه‌اش تغییر کنه، معنیش اینه که سرعت خطیش هم داره تغییر میکنه. و من جلسه پیش در آوردم که سرعت هر نقطه از این جسم برابر است با فاصلهش از مبدا محور دوران ضرب در امگا. یعنی واقعیت اینه که ما دو نوع حرکت نداریم، حرکت داریم. دو نوع قانون نیوتن نداریم، قانون نیوتن داریم. همین این جسم حرکتش تحت قوانین نیوتن داره، سرعت داره و شتاب داره و داره به شتاب حرکت میکنه. یه شتاب جانب مرکز داره بخاطر حرکت دایره‌ایش. اگر در این راستا شاید سرعتش هم تغییر کنه، یه شتاب مماسی هم خواهد داشتش که ناشی از تغییر اندازه، تغییرات اندازه سرعت. پس من همیشه میتونم برای یه بحث دوران این جسمو متشکل از یه سری جسمایی بگیرم که دارن حرکت میکنن، حرکت‌های دورانی میکنن. متشکل تعداد زیادی جسم که اینا نسبت به هم جاشون تغییر نمیکنه، هندسه‌شون ثابته. ولی هر کدومشون یه جسمی که دارن حرکت میکنن. پس اگه من بخوام برای این مجموعه انرژی جنبشی بنویسم، باید انرژی جنبشی کل این سیستم رو بنویسم. همون انرژی جنبشی خطی که شما میشناسید، چیز جدیدی نیست. هر جزء این که من حالا اگه اینا رو به صورت یه سری اجرام مستقل اگه در نظر میگرفتم، یه سری ذره بودن که اصلا جدا بودن، پیوستم نبود، یه چند تا جرم نقطه‌ای بودش. هر جرم امی ام آی
یه فاصله آر آی داره از مرکز و این مختصات هر کدوم از اطلاعاتی در مورد هر کدوم جرمو دارم و یه سرعت وی آی داره، با یه سرعت وی آی داره حرکت میکنه. هر جزء امی، هر جرم امی یک سرعت وی داره و داره حرکت میکنه با یه دونه فاصله از مرکز آر آی. حالا من اگه بخوام اندازه‌گیری کنم انرژی جنبشی این جسمو، همون رابطه‌ای که من بعد داشتم و می‌نویسم که انرژی جنبشیش هستش یک دوم برای ذره آیون اندس آی، برای ذره آیون انرژی جنبشیش هستش یک دوم ام آی ذره داره سرعتش به توان دو. این همون چیزی که من داشتم، چیز جدیدی در تعریف نمی‌کنم. انرژی جنبشی همون انرژی جنبشی که من می‌شناسم، ولی و انرژی جنبشی کل این سیستم برابر میشه با جمع روی تمام این آیه ها یک دوم ام آی سرعت آی به توان دو، ذره آی به توان دو. این معنی انرژی جنبشی کل اون سیستمه، سیستمی که میخواد بچرخه، میخواد هر نوع حرکتی داشته باشه، هر جزءش داره حرکت میکنه، هر جزءش سرعت آی وی داره، هر جزءش که سرعت وی داشته باشه انرژی جنبشی ام وی دو داره و جمع این جزءها با هم انرژی جنبشی کل سیستم میده. ولی نکته مشکلی که من دارم تو این رابطه‌ای که نوشتم اینه که این وی آی برای هر کدوم از این اجرام متفاوته، ولی از اون طرف که این جسم صلبه و همه با هم دارن حرکت میکنن، میدونم که همشون وی آی هاشون متناسبه با سرعت زاویه کل سیستم ضرب در فاصله شون از مرکز. پس این رابطه رو میشناسن، جایگذاری میکنم، از اینجا انرژی پتانسیل جنبشی کل در میاد جمع روی یک دوم ام آی ضرب داره آر آی به توان دو ضرب داره اومگا دو. اومگا دو برای همه اجسام یکسانن، جسم سرم همه با هم دارن با یک سرعت زاویه حرکت میکنن. خوبیش اینه که از توی این جمع میتونه خارج بشه، پس من میتونم بنویسمش یک دوم جمع روی ام آی آر آی به توان دو اومگا دو. این از تو این سیگما بکشمش بیرون. به دلیل شباهتی که این رابطه با این رابطه داره، اگر این موجود رو یه اسم جدید بهش بدم، به راحتی میتونم انرژی جنبشی یک جسم که در حال دوران هست و بر حسب سرعت دورانیش بنویسم. توجه کنید که این جسم دارای این خاصیته که همشون حول محور میچرخن، یعنی اگه این آر صفر بشه این سرعت صفر میشه. پس یک نقطه به نام محور وجود داره که فاصله رو نسبت به اون محور سنجیده شده. اگه این نقطه خودش هم حرکت میکرد، یعنی هم دوران داشتم هم حرکت انتقالی، سرعت این جسم از این رابطه به دست دیگه نمیومد، میشه سرعت توی دستگاه دوران به ازای سرعت انتقالی کل مجموعه مرکز این مرکز. این فرض، این رابطه با این فرض نوشته شده که دوران حول یک مرک محور دورانه، یعنی یک نقطه وجود داره که سرعتش آرش اگه صفر بذارم سرعتش میشه چی؟ صفر. این محور دوران وجود داره، حداقل نقاطی وجود دارن روی این جسم که این خاصیت دارن. بس با این فرض من اینو و این آی منظور فاصله از اون محور است، پس این آی تابع مبدعی که انتخاب میکنم، مبدعم در یعنی چه مبدعی؟ محور دوران همه فاصله از محور دوران، این آر فاصله از محور دورانه و اومگا دو. این رابطه اگه به این شکل بنویسم با این شباهت ببینیم که برای انرژی جنبشی جسم دوار مثل حالاتی که یه جسم که گسترده بود ولی همه نقاطش با یک سرعت حرکت میکردن خطی، من انرژی جنبشی رو میتونستم بنویسم یک دوم ام وی دو ام کل این و وی همه نقاطشون یکسان بود دیگه. برای یک جسمی که همه نقاطش با یک سرعت زاویه یکسان حرکت میکنن میتونم بنویسم یک دوم آی ضرب در اومگا دو. و از این به بعد با این اگه من آیو حالا به شما بدم، شما به راحتی میتونید انرژی جنبشی رو حساب کنید، چون لازم نیست هر دفعه این وی آر رو بذارید حساب کنیدش، فقط با اومگا آیو داشته باشید انرژی جنبشی رو بس بدین دارید. این آی به این دلیل که خیلی موجود ارزشمندیه و خیلی کار ما رو راحت میکنه معرفی میشه و بهش گفته میشه لختی دورانی. تعریفی که من اینجا کردم برای حالتی بود که من با یک
مجموعه ذرات به گسسته نقطه‌ای سر کار داشته باشم. اگر جسم من پیوسته بود همه این حرفا رو میتونستم بزنم و بگم که من یک جزء انرژی برای یک جزء فرمی که در نقطه آی نشسته جوری به پلاستیک انرژی کل میشه انتگرال انرژی کل میشه انتگرال این جزء انرژی ها دیه و همین رابطه حرفا رو من میزدم و در نهایت اختلافی که ظاهر میشد فقط در تعریف آی بود، چون اومگا که از انتگرال باز میامد بیرون، تعریف آی برای یک جسم باز هم حول نقطه من دارم خیلی تاکید میکنم آی حتما باید حول یک محور دوران تعریف بشه، فرق میکنه با جرم که خاصیت ذاتی ذره بودش، این بستگی به محور دوران داره کجا تعریف میشه. آی این برابر است با انتگرال آر دو ضرب در دی ام. خب بذارید چند تا مثال آرش بزنم ببینید که چیز خیلی پیچیده‌ای نیست، محاسبش خیلی کار ساده ایه. فرض کنید که من با یک میله سر کار داشته باشم، با یک میله که عرض و طولش خیلی عرض انزخامتش خیلی کوچکتر از طولش باشه، یعنی اینکه میله که تقریبا بشه از قطرش صرف نظر کرد در برابر طولش، طولش L باشه قطرش خیلی کوچکتر از طولش باشه. چرا حالا این فرض قطر خیلی کوچکتر از طول میکنم الان میبینید چرا؟ من میخوام این میله رو حول یک محور بچرخونم. خب این محور کجا باشه؟ محور میتونه جای مختلف باشه، محور میتونه عمود بر میله باشه، میتونه در راستای میله باشه، میتونه اون محور از داخل جسم بگذره، میتونه از خارج جسم نگذره. من الان این در رو میتونم حول محوری که از خود در نمیگذره، از انتهای در میگذره بچرخونمش، حرکت بدم دوران خوره محوریه که از خود در بیکنی بیرون تره، چند سانتیمتری از در فاصله داره. محور دوران اصلا لازم نیست که تو خود این جسم باشه، هر محوری میتونه هر طول هر محوری میتونه اونو بچرخونمش، به یه روشی میتونم طول یک محوری بهت بده کنم بچرخونمش. فرض کنیم که این، پس اول از همه سوالی که از بکنیم برای اینکه آی من اگه بگم شما لخته دورانی چیه، بگید لخته دورانی حول چه محوری قراره که این میله حول چه محوری به چرخه. حالا من جواب میدم به شما میله محوری که مثلا از مرکز میله بگذره، محوری دارم که از مرکز میله بگذره، لخته دورانی حول این چقدر؟ برای این کار بعد اون انتگرال رو بگیرم، بذارید قبل از اینکه این مسئله رو حل کنم یه مسئله ساده‌تر حل کنم بعد برسم به این دوباره. این دفعه یه میله دارم که خودش جرم نداره اصلا، ولی دو تا جرم M1 و M2 اینجا بسته، یه دمبلی که خودش میله خیلی بی جرمه، سبکه، کم جرمه، ولی دو تا جرم نسبتا سنگین دو سرش متصل شدن و این مجموعه رو میخوام بچرخونم. سوال میکنید که حول چه نقطه ای؟ حول چه محوری؟ نه نقطه، بازم بهتون تأکید کنم ما نقطه دوران مرکز دوران نداریم، محور دوران داریم همیشه، نمیتونیم بگیم حول چه نقطه ای میچرخونه، بگیم حول چه محوری میچرخونه. خب این محور اگر از اینجا باشه، یا حالت اینه که من حول این محور بچرخونم، اینو ثابت نگهش داشتم میخش کردم و اینو میخوام دوره این بچرخونمش، دوره این محور بچرخونم، لخته دوران چی میشه؟ پس اگه این محور محور او باشه، آی هول او برابر است با ام دو ضرب در طول میله به توان دو، تمام شد. چون فقط یه جرم نقطه، این جرم تقریبا خیلی کوچیک گرفتم از این طول، تقریبا نقطه ای گرفتم، میشه یک جرم از اون رابطه سیگما که داشتم میشه این. اگه هول این یکی محور بخوام بچرخونمش چی؟ اوپی محوری که از اونجا میچرخه، اون موقع
بعد بنویسمش آی هول او پریم برابر است با ام یک ضرب در ال دو. اگر هول یه محوری که از وسط این میله میگذره به چرخونمش چه اتفاقی میفته؟ اوزگوند آی هول اوزگوند برابر میشه با ام یک به اضافه ام دو ضرب در ال دو چهارم. نکنید معنیش چیه؟ معنیش اینه که فرض تو ذهنتون دمبلی رو بیارید، میله رو در نظر بگیرید که دو سرش دو تا وزنه چسبوندن ولی وزنها خیلی با هم اختلاف وزن داشته باشن، یکیشون مثلا 3 کیلو 4 کیلو یکیشون 1 کیلو. میتونید تصور بکنید که من اگر اینو نگه دارم، این جسمو بچرخونم با یه سرعت زاویه‌ای ثابت با یه امگایی بچرخونم، این مجموعه باید انرژی خیلی بیشتری داشته باشه تا اینکه اینو نگه دارم این یکی کوچیک‌تر بچرخونم. رابطه انرژی جنبشی برای هر دو اینا همه حالت‌ها هستش 1/2 آی ضرب در امگا 2. اگر با امگاهای یکسان بچرخونمشون حول محورهای متفاوت، مطمئناً وقتی یه جرم سنگین رو دارم با این سرعت بچرخونم انرژی جنبشی خیلی بیشتری خواهد داشت تا وقتی که این جرم نگهش ثابته، این جرم کوچیک رو دارم دورش بچرخونم. پس انرژی جنبشی این جسم در هر سه حالت برابر است با 1/2 آی ضرب در امگا 2، ولی چون آی ها متفاوت هم مقدار انرژی جنبشی بستگی داره که کدوم محور بچرخونم. حتی وقتی که امگا یکسانه، یعنی در شرایطی که امگا برای همه اینا یکسان باشه، این سه حالت انرژی جنبشی بستگی این داره که من کدوم محور بچرخونمش. خب این برای حالتی بود که من دو تا جرم نقطه‌ای داشتم. حالا میام جرممو خطیش میکنم و توضیح یک نواخت جرم خطی خواهم داشت. این دفعه مثل این میمونه که من تعداد زیادی جرم رو بغل هم نشوندم. اینا اون المان های جرمی من دی ام هستن. دی ام فاصلش از محور آرش، اگر این محور رو محور ایکس بگیرمش، برابر است با ایکس، مختصر ایکس من میشه. پس من باید برای محاسبه آی هول محور او انتگرال بگیرم از ایکس به توان 2 ضرب در دی ام. دی ام چیه؟ دی ام یک المانی از این جسم هستش که سطح مقطع ای داره، عرضش به اندازه تغییرات ایکسه، یعنی به اندازه دی ایکسه. پس دی ام برابر است با A ضرب در دی ایکس، این حجمشه، ضرب در رو چگالی این جسم. اینجا متوجه میشید که چرا من گفتم این بعد ضخامتش خیلی کم باشه، اون سطح مقطع خیلی کوچیک باشه. برای اینکه اگه سطح مقطع بزرگ باشه، نقاط مختلف این فاصله شون از مبدأ یکسان نخواهد بود. اختلاف نوع فاصله از مبدأ بستگی به این داره که تو این نقاط مختلف این دیسک، بستگی به این داره که این سطح این ابعاد این سیستم و این فاصله هست. و اگه این ابعاد بزرگ باشه نسبت به این فاصله، بعد اینو در نظر بگیرم. وقتی که این ابعاد خیلی کوچیک شد نسبت به فاصله من طول این میله، اون موقع میتونم فرض کنم که تمام نقاطی که روی دیسک نشستن فاصله شون همه از محور دوران ایکسه. این فرض رو میکنم، اون موقع میتونم بنویسم چی؟ آی مساوی با انتگرال ایکس دو ای مقدار ثابته رو میاد بیرون یه دی ایکس. از کجا تا کجا؟ بگم که انرژی از کجا تا کجا؟ مبدا اختصاص رو گذاشتم روی محور دیگه، منهای ال دوم تا مثبت ال دوم. پس این انتگرال میشه ای ضرب در رو ضرب در یک سوم ال سه هشتم
منهای الس هشتم که میشه الس چهارم و این برابر میشه با A ضرب در رو ضرب در L ضرب در L2 دوازدهم. الس رو اینجا نوشتم چرا؟ به خاطر اینکه A ضرب در L میشه حجم کل این میله، ضرب در رو میشه جرم کل این میله، پس این عبارت برابر است با جرم کل میله ضرب در L2 تقسیم بر 12. اولا از دیمانسیون یادون باشه، حتما بعد جواب ما دیمانسیون جرم مجذور طول داشته باشه، جرم مجذور طول باید داشته باشه. پس این رابطه دست اومد آی هول مرکز جرم مرکز میله این شدش. حالا اگر هول این محور بخواستم مثلا رو حل بکنم اوپریم، این آی هول او بود، هیچ فرقی با این داستان نمی کرد. فرقش این بودش که دوباره همه الوار رو میگرفتم، فاصلهش از اینجا دوباره ایکسه، این الوار ارزش دی ایکسه، دوباره دی جرمش دی امه، فقط اختلاف در انتگرال بودش که میشد انتگرال میشد آی رو انتگرال صفر تا ال ایکس تا دی ایکس آی هول نقطه اوپریم، هیچ فرقی بازم نمی کرد. و اینجا جوابش در می آمدش A رو L3 سو مساوی میشه با M L2 سو. یعنی اینکه گشت لختی دورانی حول این محور چهار برابره لختی دورانی حول مرکز. میشه تصور کنید دیگه، یه دونه خطکش رو بگیرید دستتون، اگه بخواید کلش رو بچرخونید سر حول این وسط سیگمی سخت‌تر هستش، دیگه وسطش رو بگیرید بخواید بچرخونیدش، این لختی دورانیش بیشتره. لختی دورانی چون مثل همون اینرسیه که در مقابل چرخش داره مقاومت میکنه، اگر جرم در مقابل تغییر شتاب داشت مقاومت میکرد، اینجا اینرسیه که لختی است که در مقابل تغییر حرکت دورانی مقاومت میکنه. بفرمایید. دقیقاً. اگه جسم دو نقطه‌ای باشه صفر باشه. توی این مثال هم اگر جسم من محور افقی رو از هم بگیرم با فرض اینکه این ضخامت نو، ولی اون وقت این تقریب درستی نیست. نه اجازه بدید، تقریب درستی نیست، شما دارید خطا دارید. من اگه توی این من چرا گفتم که این ای یادون باشه چند بار توی این کلاس من تاکید کردم، ما در مورد یک کمیتی که جنس دیمانسیون داره از جنس طول زمانی زیاده هست نمیتونم بزرگ و کوچیکش نمیتونیم در مورد بزرگ کوچیکیش صحبت بکنیم. اگر من گفتم سطح مقطع این که از جنس یعنی در واقع ابعاد این که از جنس طوله، سطح مقطع از طول توان دوه قابل صرف نظر کردن توی این مسئله هست، به خاطر اینکه یه طولی داشتم نسبت دو تا رو به هم مقایسه کردم. اگر من محور دورانم اینجوری یعنی در واقع این ایکس من تغییر میکنه از منهای ال دوم تا ال دوم، تغییرات ایکس خیلی بزرگتر از این سطح مقطعی بودش، میشه صرف نظر کرد. اگر من حول این محور بچرخونم سیستمو، این سطح مقطع رو نمیتونم صرف نظر کنم، درباره چی میخوام صرف نظر کنم ازش؟ باید حتما نظرش بگیرم، اون وقت بعد اگر نظر بگیری جواب غیر صفر دست میارید، اونجا قابل صرف نظر کردن نیستش. اینرسی چی بودش؟ جرم تمام قانون نیوتون این بودش که جسم نمیخواد شرایطش سرعتش عوض بشه، مقاومتش در واقع ام در معادله نیوتون مقاومت سیستم در برابر تغییر سرعت بود. اگه در حال چرخش هم بالا میرسم بهش که نشون میدم که این آی این لختی جسم در برابر مخالفتش در برابر تغییر سرعت زاویه شه. خب بفرمایید. اگر الان بذارید که برم جلوتر بهتون میگم میرسم بشه درم دارید بزرگتر باشه چیکار میکنه بشه مسئله سخته حل کردنش، باید حلش کنیم همینجوری، فقط سختره. در واقع بگه من این محور رو داشت، هر کدوم از این المان ها از این فاصله شون این آره، این آره بر حسب این زاویه من میتونم بنویسم و فرض کنم ایکس بنویسمش، یک کسوس میاد اینجا حساب محاسبه
هیچ فرقی خیلی وحشتناکی نداره، ولی یادتون باشه که فاصله همیشه از محور دورانه، میشه قابل حله. نگاهید حالا بیاید چند تا شکل ساده رو بگیریم. در مورد شکل‌های ساده من لخته دورانش من برای میله برای شما ثابت کردم، حساب کردم لخته دورانه حول وسطش و حول برای یه حلقه لخته دورانی که از محور حول محورش چقدره؟ لخته دورانی یه حلقه حول محورش چقدره؟ شما بگید. لخته دورانی حول حلقه حول محور چقدره؟ کی میدونه؟ چیه بگید؟ MR2، چون که R مقدار ثابتی میشه برای توی این انتگرال، R مقدار ثابت برای همه نقاط اجزا، R مقدار ثابتی از انتگرال میاد بیرون، انتگرال دی ام میشه M. پس لخته دورانی حول مرکز یه حلقه هستش I مساوی با R2 M R2. اگر این یه دونه استوانه پوسته استوانه ای بود چی میشد؟ بازم همین MR2 میشه. نکنید لخته دورانی حول محور، با داریم حول محور حساب میکنیم نه حول مرکز دوران. مرکز دوران نداریم، محور دوران داریم. فاصله تمام این نقاط حول از این محور هنوز آره. المان جرمیتون رو هر چی بگیرید روی این دیواره فاصلهش از محور آره، آر میاد بیرون، انتگرال کل دی ام میشه جر. یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر من یه حلقه داشته باشم لختیش هستش MR2، اگر دو تا حلقه هم بذارم روی هم دیگه لختیش با هم جمع میشه، جرمش دوباره برابر شده، فقط بازم ام کل تقسیم بر R2 میشه. اگه 10 تا حلقه هم بذارم روی هم دیگه میشه، یعنی لخته دورانی به خاطر اینکه شکل انتگرال گیری داره قابل جدا شده چیز هم هستش، یعنی میشه با هم جمعشون کرد. لخته دورانی این جسمو من میتونم به حول این محور و این گونه بنویسم که برای هر کدوم از این پوست‌ها یکیشو بنویسم. و یاد باشه این اسکیلره، یعنی کمیت عددیه، به راحتی میشه جمعش دادش. این به من این اجازه رو میده که من حتی برای شکلایی که بعد وقت تقارن ندارن هم لخته دورانی میتونم راحت میرسم بهش میگم که یک کلکایی میتونم از این جنس بذار از تقارن های دیگه استفاده بکنیم. حالا اگه این جسم توپر بود چی کار میکردم؟ اگه جسم توپر بود لختی دورانی حول این محورش برای هر کدوم از این پوسته ها برابر بود این، پس هر کدوم از این پوسته ها رو من میتونم بگیرم مقدارشون رو جزء لخته دورانی ناشی از هر پوسته رو بگیرم، فاصله اون پوسته از مرکز به توان 2 ضرب در جرم اون پوسته، که جرم اون پوسته میشه این دی آر ضخامت پوسته، یه پوسته گرفتم اینجا، ضرب در این طول میله ال، ضرب در رو چگالیش، و اون وقت لخته دورانی میشه انتگرال R2 رو دی آر ضرب در ال. اجازه بدید المان من هستش دی آر، این ببخشید این هنوز یه دیمانسونش کم داره، یه چیزی کم داره، این ببخشید میشه ضرب در محیط این مساحت این، برای اینکه حجم رو به دست بیارم بعد یه مساحت پوسته بگیرم، مساحت این یه پوسته مثل یه دونه پوسته استوانه شکله، این زلش دی آره، این محیطش هستش 2πr ضرب در ال، پس این 2πr من اینجا انداخته بودم ضرب در 2πr ضرب در ال. این میشه آی برای این، ال مقدار ثابتی، رو مقدار ثابتی میارمش بیرون از انتگرال، ال ضرب در رو، انتگرال پی هم ثابت 2π هم میارم بیرون،
یه آر ضرب در آر میشه آر سه دی آر از صفر تا آر. این انتگرال میشه مقدارش دو پی ال رو میشه آر چهار تقسیم بر چهار مساوی میشه ضرب در آر چهار تقسیم بر چهار. توجه کنید که حالا جرم این استوانه چقدره؟ یه دو هم با این، پس این با این میره میشه دو پی ضرب در آر دو ضرب در ال میشه حجم استوانم پی آر دو ضرب در ال در رو میشه ام، پس این میشه ام آر دو. یه دوم مرسی. پس نگاه کنید نکته ای که اینجا وجود داره اینه که ال اصلا مهم نبود، همون چیزی که من انتظار داشتم، همونطور که برای پوسته ها الشون مهم نبود همشون میشدن ام آر دو، برای استوانه هم الش مهم نیست، فقط اون قطرش که مهمه وقتی حول محور حول استوانه میگرده. الان من برگردم به این سوال قبلی که اگر این جسم حول این محور میگشت چی میشد؟ جوابش چیه؟ ام این قطر این اگه آر باشه ام آر دو دوم، قابل صرف نظر کردن نیستش دیگه، و این میشه حول این محور. پس من برای یه دیسک الان من مستقل از اینکه قطر دیسک چقدر باشه، طول دیسک چقدر باشه، دخلی دورانیش حول محوری که از مرکز دیسک میگذره ام آر دو دومه، هیچ مهم نیست طولش چقدر باشه، چقدر این طول بلند یا کوتاه باشه. و به این شکل برای به همین روش میشه برای شکل‌های مختلف حل کرد. حالا سوال اینه که اگه من دخلی دورانی رو حول این محور نخوام، جسممو اینجا دوران نمیدم، حول این محور دارم دورانش میدم، آیا مسئله به همین راحتی قابل حله؟ بله، به خاطر اینکه یه قضیه خیلی کمک کننده ما داریم اینجا که من میخوام این قضیه رو الان براتون بگم. بفرمایید. نگاهید استوانه، من استوانه رو تبدیل کردم به یه سری حلقه، یه سری پوسته های استوانه‌ای که من یه پاکش کردم. این المان های من این استوانه بود، هر المانم رو گرفتم یه پوسته استوانه ای، این کل استوانه بزرگ است، به شکلی من دوباره تکرار دارم میکنم که این ضخامتش دی آره، این فاصله آره، طولش هم اله. حجم این پوسته چی میشه؟ میشه دو پی آر ضرب در دی آر میشه این مساحت ضرب در ارتفاع ال، دو پی آر دی آر ضرب در ال میشه حجم این استوانه پوسته. حجم پوسته ضرب در چگالیش میشه جرمش، پس دی ام هم میشه دو پی آر دی ال ضرب در ال ضرب در رو، این دی ام همه. فاصله شون از مرکزم آره میشه آر دو. این انتگرال رو دیگه گرفتم، کار دیگه اضافه نگرد. آخرش هم رابطه که به دست آوردم دوباره بر حسب جرم اولیه نوشتم، جرم کل سیستم نوشتم، پی ضرب در آر دو ضرب در ال میشه حجم کل استوانه، ضرب در رو میشه جرم کل استوانه. خب یه قضیه که میخوام بگم چیه؟ قضیه اینه که به من میگه اگر ما یک جسمی داشته باشیم و لختی دورانیشو حول مرکز محوری که از مرکز جرمش میگذره بلد باشیم، به راحتی میتونیم لختی دورانیش رو حول هر محور دیگه بنویسیم. اگر محوری که از مرکز جرم میگذره اسمش بذارم آیه سی او ام، لختی دورانی حول محوری که از مرکز جرم میگذره، و من میخوام لختی دورانی رو حول یه محور دیگه ای مثل او به دست بیارم، ولی شرطش اینه که محور موازی باشن. حول محور یادون باشه لختی دورانی حول نقطه تعریف نمیشه، حول محور تعریف میشه، دوتا محور موازی باشن، یعنی موازی محوری باشه که از مرکز جرم میگذره و من لختی دورانی حول محور میدونم، مرکز جرم میدونم. این قضیه به من میگه که آی او برابر است با آی سی او به اضافه جرم کل این جسم در فاصله این دوتا محور دی به توان دو. فاصله دوتا محور از هم دیگه توان دو. این چه کمکی میکنه؟ توی این مسئله شما لختی دورانی رو الان حول محوری که از مرکز جرم میگذره بلدید؟ من میگم که جسم حول این محور میگذره، راحت میتونید حسابش کنید دیگه.
ظهور محور خارج از جسم و یه محور داخل جسم، هر محوری باشه فقط فاصله محور از مرکز محور مرکز جسم بدونید وقتی دوران دیگه دارید. ببینید رابطه در مورد اینجا تحقیقش کنیم، توی این مثال تحقیق کنیم درست یا نه. لخته دورانی حول مرکز جرم، محوری که از مرکز جرم میگذشت اینجا من به دست آوردم، شدش ام ال 2 12م. حول محوری که از مرکز جرم نمیگذشت به دستش آوردم شد ام ال 2 3م. فاصله مرکز جرم تا این محور، فاصله دو تا محور برابر ال دومه. طبق این قضیه و میگه که لخته دورانی حول محور او که مرکز جرم نمیگذره برابر باشه لخته دورانی حول محوری که از مرکز جرم میگذره هستش ام ال 2 12م به اضافه ام در فاصله دو تا از همدیگه هست ال 2م به توان 2. این برابر است با ام ال 2 3م، همون چیزی که به دست آوردیم. من لخته دورانی و حول محوری که از مرکز جرم بذاشته باشم همه چیزی دارم دیگه، راحته. این قضیه خیلی کمک میکنه. پس من بعد لخته دورانی و حول محوری که از مرکز جرم میگذره داشته باشم. خب اثبات این قضیه چی؟ اینجا من صورت قضیه رو گفتم. اثبات قضیه خیلی ساده است. پس فرض میکنم یه جسمی دارم، یه محور از مرکز جرمش میگذره، یه محور دیگه ای مثل او دارم که جسم حول این محور داره میچرخه. یه محور دیگه مثل او دارم که حول میچرخه. این جسم رو سه‌بعدی باید شما فرض کنید و توی صفحه در ازش بیدید. من دارم حل میکنم هر المان جرمی که اینجا من بگیرم، بذارید من بس محور دوران عمود بر صفحه بنویسم که راحت تر بشه. این محوریه که عمود بر صفحه از مرکز جرم میگذره، این یه محور موازیه که موازی مرکز جرم دوره عمود بر صفحه است که جسم داره حول این او میچرخه. این مرکز جرم سیوه. مبدا محور مختصات رو بذارم روی مرکز جرم، این ایکس و وای هم باشه. حالا یک جزء جرمی رو در نظر بگیرید، مثلا این جزء رو در نظر بگیرید، این جزء فاصلهش از این محور آره و لخته دورانیش حول او میخوام به دست بیارم. لخته دورانی حول او میخوام به دست بیارم میشه آی حول او برابر است با انتگرال آر دو ضرب در دی ام. آر یعنی این فاصله به توان دو. این تعریف لخته دورانی بود، چیزی که نوشتم. ولی دقت کنید که در دستگاه مختصات من این نقطه دارای مختصات ایکس و وای و نقطه او دارای مختصات ایکس او و وای اوه. پس برای نوشتن آر دو میتونم از این مثلث قائم الزاویه رابطه فیثاغورس رو بنویسم. آر دو برابر است با ایکس منهای ایکس او به توان دو به اضافه وای منهای وای او به توان دو. ایکس منهای ایکس او وای منهای وای او، این تعریف آر دوه. میذارم که انتگرالی که داشتم به جای آر دو از رابطه فیثاغورسی که نوشتم جایگذاری میکنم توی محاسبه لخته دورانی حول نقطه او، میشه انتگرال و بازش هم میکنم ایکس دو به اضافه وای دو منهای دو ایکس ایکس سف منهای دو وای وای سف به اضافه ایکس او به توان دو به اضافه وای او به توان دو.
کلش ضرب داره دیه. خب بیاییم دونه دونه ببینیم چی هست. این دوتا x2 بزنه y2 چی رو به من داره میده؟ فاصله از مرکز جرم رو داره میده. پس این عبارت ضرب داره دیه ام میشه این میشه فاصله از مرکز جرم توان دو ضرب داره دی ام انتگرالش به من همون تعریف لختی دوران حول مرکز جرم داره میده. به اضافه منهای این جمله رو دو و ایکس ایکس او مقدارش ثابتیه تغییر نمی کنن. دو ایکس او انتگرال ایکس دی ام منهای دو وای او انتگرال وای دی ام به اضافه این جمله آخرم ایکس او و وای او مقدارش ثابتی هن میان بیرون مجذورشون برابر چیه؟ برابر این فاصله به توان دوه ایکس او به توان دو وای او به توان دو میشه این فاصله تان پس برابر است با دی به توان دو انتگرال دی ام. این خودش میشه ام دوباره پس این جمله آخرم میشه دی دو ام چیزی که میخواستم از پس این دوتا چیزی که من میخواستم به دست اومد دوتا جمله وسط زیادیه این دوتا جمله زیادیه شاید شرش خلاص بشن چه ایده ای دارید؟ دقیقا این تعریف چی بود؟ مرکز جرم اینکه تقسیم برای امش بکنم این تعریف چیه؟ x مرکز جرم توی دستگاه مختصری که من گرفتم x مرکز جرم چقدره؟ من مرکز مبدأم رو مرکز جرم گذاشتم پس x مرکز جرم توی دستگاه چی میشه؟ 0 وایش چقدره؟ 0 در دستگاه مختصری که من دارم کار میکنم مرکز جرم و مبدأ رو مرکز جرم مثلا گذاشته بودم تعریف مرکز جرم بودش پس قضیه اثبات شدش توی کتابتون یه جدول داده برای یه سری شکل‌هایی که خیلی زیاد امکان داره باشون برخورد کنه داره یه تقارن‌هایی هست و برای این جدول توی این جدول لختی دورانی حول محورهایی که از مرکز جرم این شکل را می‌گذره برای حالات‌های مختلف که مرکز جرم مثلا تو این محور در این جد از محور مرکز جرم بگذره یا در این جهت بگذره حالات مختلفش مقدارش داده در راه این شکل همشون هم میتونید اثبات کنید یعنی میتونید خودتون به عنوان تمرین حل کنید ولی نیازی هم نیست یعنی انتظار ما نداریم که این محاسبات شما انجام بدید برای دوست داریم بلد باشید تمرین کنید ولی چیزی نیستش که به عنوان آزمون از شما پرسیده بشه این جدول رو میتونید داشت با این جدول تو تمرین میتونید استفاده کنید از این مقادیر این جدول تو تمریناتون میتونید استفاده کنید ولی اگر محور از مرکز جرم نمیگذشت بعد یادتون باشه که از این قضیه بعد استفاده کنید یعنی شما این اطلاعات به شما داده شده برای شکل‌های ساده این یکی رو امکان داره احتیاج داشته باشید برای مسائل‌های مختلف از این قضیه باید استفاده بکنید گشتاور لخت دورانی حول مرکز محوری که موازی محوری از مرکز جرم هستن به دست بیارید بفرمایید آقا محاسبه آیا در حد این چیزای ساده‌ای که من دادم به شما که انتگرال یکگانه انتگرال چندگانه ظاهر نشه انتگرال یکگانه باشه خیلی ساده خواهد بودش یا اینکه اگر نباشه حتما به شما داده خواهد شدش ما انتظار نداریم که الان در این کلاس شما با انتگرالگیری چندگانه در حدی که همون قسمت مرکز جرم شما انتظار داریم که برات باشه انجام انتظاری برات باشه در همون حالات ساده و مرکز مثالای سادهش ولی دوست داریم که شما تمرین کنید و یاد بگیرید خب اینجا من چیزی که تا حالا گفتم یادتون برگردیم چی گفتم به شما مرکز در مورد حرکت دورانی تصویری که از حرکت دورانی داریم تغییرات تتا سرعت زاویه‌ای شتاب زاویه‌ای صحبت کردم و انرژی جنبشی حرکت دورانی صحبت کردم همین ها و هم تا همینجا خیلی کمک میتونه به ما بکنه
که اطلاعات دینامیکی به ما بده. هنوز قبل از اینکه من قانون دوم نیوتن در حقیقت برام شما بگم، میتونم مسئله های دینامیکی از شما بخوام حل کنید. بذارید یه مثال براتون بزنم ببینید چقدر راحت میتونید مسئله حل کنید الان دیگه شما. یه چرخی دارم به جرم M شعاع R جرم M و شعاع R، یه نخ دورش پیچیدم وصلش کردم به یه وزنه، وزنه رو و بدون اصطکاک کل محورش میتونه محوری که از مرکزش میگذره از محور تقارنش میگذره میتونه دوران بکنه. این وزنه که جرم M کوچیک داره رو ولش میکنم. سوال اینه که سرعت این چرخ وقتی که این مثلا به اندازه H اومد پایین چقدر میشه؟ تا حالا تو بخشای قبلی هر دفعه شما با چرخ سر کار داشتید میگفتیم این شما این چرخه بدون جرم در نظر بگیرید. حالا دیگه این چرخه بدون جرم نیست، جرم داره. خب من به راحتی میتونم چی بنویسم؟ بقای انرژی بنویسم برای این مسئله. این مجموعه وقتی که ولش میکنم در لحظه اول انرژی جنبشی کلش صفره، این تک نمیچرخه، اینم حرکت نمیکنه. ولی بعد از اینکه این به اندازه ام بیاد پایین، هم این جرم داره حرکت میکنه، سرعت داره، و هم این چرخ داره حرکت میکنه. در این حالت انرژی جنبشی اولیه، پس در حالت اولیه صفر، انرژی جنبشی در حالت نهایی برابر است با انرژی جنبشی چرخ که برابر است با آی چرخ حول محور دورانش ضرب در امگا 2 به اضافه انرژی جنبشی این جسم خطی داره میاد پایین، یک دوم ام کوچیک وی 2 به اضافه این تغییر انرژی جنبشی باید برابر تغییر انرژی پتانسیل سیستم باشه. پس انرژی جنبشی سیستم که به دست آورده دقیقا برابر انرژی پتانسیلی باشه که دست داده که برابر است با M GH. یه معادله است دو تا مجهول، چون که سرعت خطی اینو من ندارم، سرعت جاوی اینم ندارم، ولی یادم باشه که سرعت خطی این دقیقا برابر سرعت خطی یک نقطه از روی دیوار سطح این جسمه، چون که این نخه باید باز شد تا این بیاد پایین. به دلیل اینکه این نخه داره باز میشه تا این بیاد پایین، پس این دقیقا با سرعتی که حرکت میکنه برابر سرعت یک نقطه روی محیط دایره. پس دیدیم که سرعت یک نقطه روی محیط دایره وی برابر بود با چی؟ آر اومگا. پس یه معادله دیگه، دو معادله، دو مشهور مسئله حل شد، هم وی و هم اومگا رو هم میتونم به دست بیارم. این هنوز هیچی در مورد نیرو نگفتم، اینا نگفتم، ولی بدون بررسی نیروها من تونستم با بقای انرژی بقیه مسئله رو حلش کردم. یعنی به اندازه کافی همین انرژی جنبشی دونستن، انرژی جنبشی به من ابزاری میده برای حل مسئله. ولی دیگه نمیشه وارد بحث نیرو نشد. ما دیدیم که جسمی که داره حرکت میکنه این یک نقطه مادی، اگه از اینو در نظر بگیرم یک نقطه مادی، این تحت تأثیر نیروها داره شتاب میگیره، حرکت میکنه، و این از قانون دوم نیوتن باید تبعیت بکنه. پس برای بررسی حرکت دورانی یک جسم سول من فعلا بررسی میکنم حرکت دورانی یک نقطه از این جسمو یا یک جرم امیشو که حول یه محوری داره دوران میکنه، یک محور عمود بر صفحه بگیرید، این جسم حول این داره دوران میکنه، یک نقطه شه فقط این جسم، چون که حرکت دورانی میکنه سرعت اطلاعاتش با زاویه تتا داده میشه، سرعت زاویه ایش هستش دی تتا به دی تی،
و شتاب حرکت زاویه‌ایش دارای دو شتاب اینجاست، دو مؤلفه داره، یه مؤلفه جانب مرکز داره که در این راستا البته حرکت نداره، فقط باعث تغییر مسیر میشه. یه شتاب اگر در این راستا من بهش نیرو وارد بکنم، اندازه سرعتش هم عوض میشه، یعنی امگا تغییر خواهد کردش. پس اندازه سرعت این جسم تغییر خواهد کرد اگر من به جسم نیرو وارد کنم. با وارد کردن نیرو در این راستا به جسم نیرو وارد کنم، اندازه سرعتش تغییر خواهد کردش. پس من میتونم برای این جسم یک رابطه نیوتون رو بنویسم. رابطه نیوتون یکی، اگر نیروی به این جسم وارد بشه، این نیرو میتونه دو تا مؤلفه داشته باشه. یک افی که دارم، یک مؤلفه‌اش در راستای حرکت مماس بر حرکت باشه، راستای حرکتیش باشه، یه مؤلفه عمود بر حرکت باشه. مؤلفه عمود بر حرکتش با مؤلفه عکس‌العمل سطح یا حالا عکس‌العمل طول کشش کشش نخی که اینجا گذاشتم، هر چیزی که قید حرکت دورانی دارم جمع میشه با همه نیروها و کل این نیروها فقط به صورت قیدی حرکت دایره‌ای منو تأمین میکنه. پس تأثیری در حرکت در این راستا من جابجایی نخواهم داشت. تمام این نیروها مؤلفه‌های عمودی فقط وظیفه‌شون کارشون چیه؟ اینکه اون قید رو تأمین کنن برای اینکه این رو حرکت دایره‌ایش ادامه بده. ولی اون چیزی که باعث تغییر سرعت میشه، مؤلفه سرعت نیروی F در راستای حرکته، که این برابر است با F. اگر من این زاویه رو آلفا اسم بذارم، بذارید آلفا نذارم، اسم بذارم بتا، آلفا رو برای شتاب به کار بردم، بتا اسم بذارم، F ضرب در سینوس بتا، F ضرب در سینوس بتا مؤلفه F در این راستا، و این وظیفش اینه که به من شتاب بده، یعنی اینکه این نیرو برابر است با M ضرب در A. قبلا این A هم شتاب زاویه‌ای مماسیه که قبلا جلسه پیش به دستش آوردم، بر حسب حرکت دورانی اگه بخوام بنویسمش، این هستش چی؟ آلفا تقسیم بر R. پس این رابطه رو میتونم بنویسمش F R سینوس بتا مساوی با M ضرب در آلفا. نگاه کنیم F R سینوس بتا چیه؟ F سینوس بتا مؤلفه F روی محور بود، ضرب در اندازش ضرب در این فاصله. این کمیت در شکل ریاضی به صورت حاصل ضرب برداری R در F تعریف میشه. بردار R، بردار F. میتونید بپرسید که چرا من نوشتم R در F، ننوشتم F در R؟ برای اینکه میخوام این رابطه رو تبدیلش کنم به این شکل برداری، و یادم باشه که آلفا شتاب از یک جنس برداری بودش، گفتم شپ بردار، ولی فعلا برای ما هم از این بعد گفتم همیشه برداره فعلا. و با تعریفی که من برای آلفا کردم، این رابطه رو اگر می‌ریزم درست در میاد، چون که ضرب خارجی AR ضرب در F طبق این دست انگشت سبابه در راستای R، دست قانون دست راست، F انگشت دوم، شست من انگشت راستای ضرب خارجی رو نشون میده. R ضرب در F محور این بردار R ضرب در F بردار خارج از صفحه است. یادون باشه که دوران هم چجوری بود؟ اگه دوران هم این شتاب هم در همون جهت دیگه، تعریف شتاب هم الان شتاب در بردار شتاب هم با قانون دست راسته که جلسه پیش به شما دادم، همچنان در همین جهته.
تمام این دو طرف این تساوی برداراش عمود بر صفحه هن. خود R خود F توی صفحه هن. ولی بردارهایی که من دارم می‌نویسم بردارهای عمود بر با تعریف من بردارهای عمود بر صفحه خارج از صفحه هستن. این بردار R زر در F، اینم بردار آلفاست که شتاب گرفته در شتاب مثبت دارم در این راستا، شتابم داره زیاد میشه. این میشه شکل قانون دوم نیوتن. من از قانون دوم نیوتن شروع کردم، یادم باشه کار جدید مهمی نکردم، قانون دوم نیوتن رو نوشتم. از قانون دوم نیوتن برای حرکت دورانی هر یک محور دوران، باز یادم باشه که این آر فاصله از چیه؟ محور دورانه. و این آر ضرب در اف رو ما معمولاً به عنوان یک چیزی به نام گشتاور نیرو معرفی میکنیم، بردار گشتاور نیرو با تا رو نشونش میدیم. حرف یونانی که شبیه اچ شبیه ه فارسیه، ه جیمیه. این موجود این شکل قانون دوم نیوتن برای حرکت دورانیه. یادمون باشه اینجا حتما این محور دوران وجود داره و این گشتاور حول محور به این آره بستگی داره، حول محور دوران تعریف شده. ببخشید من این رابطه رو اشتباه نوشتم. این آر تسر آلفا نبودش، این آر ضرب در آلفا بود و اینجا بیا آر ضرب کرده میشه آر دو. معذرت بخواهم، این رو تصحیحش کنید. ایو هیچ کس من اعتراض نکرد اون وقت نوشتم. ای برمید آر آلفا بود، این میشه آر ضرب در آر طرف در آر ضرب کرده میشه آر دو ضرب در آلفا و این میشه آر دو. معذرت بخواهم. شکل قانون دوم نیوتن برای حرکت دورانی به این شکل دست میادش. حالا R2 ضرب در M چی هستش؟ همون آیه. الان همه که مؤلف های من زاویه‌ای شدن. شتاب شتاب زاویه‌ایه. لختی لختی دورانیه، شتاب دورانیه، لختی لختی دورانیه و نیرو به جاش گشتاور نیرو که میتونید شما بگید نیروی قسمت دورانی، اثر دوران که نیرو داره. توی این رابطه همه چی به صورت دورانی و نکته مهم اینه که همه اینا حول محور دوران تعریف میشن. یعنی یکی از اشتباهاتی که معمولا دانشجوها توی امتحانات میکنن اینه که گشتاور نیرو رو حول یک محور حساب میکنن، لختی دوران حول یک محور دیگه حساب میکنن و این رابطه غلط در میاد. دو طرف این رابطه بستگی به انتخاب محور دوران داره. اگر محور دوران رو درست انتخاب بکنید این رابطه رابطه درستی میشه. یه سوالی که ستاش میتن همین مرسی ببخشید بابت این دقتی هم که من کردم. آلفا تغییرات سرعت زاویه‌ایه. من الان دست من با سرعت زاویه‌ای 1 رادیان بر ثانیه داره میگرده، بعد یه دفعه تندش میکنم که 2 رادیان بر ثانیه. بردارش مثل اومگاست، مثل سرعت. اگر حرکت تند شونده است در راستای اومگاست، اگر حرکت کند شونده است در جهت عکس اومگاست. اومگا رو که تعریف کردیم، ببخشید این گوش نکته خیلی مهمیه. اتفاقا من برای چیزی که برای شما تعریف کردم راسته آلفا رو تعریف نکردم، هیچ وقت راسته اومگا رو تعریف کردم. برای اومگا گفتم که انگشتتون رو در راستای چرخش بذارید، دست راستتون شستتون راسته اومگا رو نشون میده. اگر حرکت من تند شونده باشه، مثل حرکت یک بعدی، حرکت تند شونده باشه، حتما شتاب در جهت همجهت با سرعته. اگر حرکت کند شونده باشه، حتما شتاب در جهت عکسه. یعنی حرکت ما هنوز در همون جهته ولی شتاب اون میتونه جهتش معکوس باشه. این الان من اینجا دارم نشون میدم با اینکه فرض اومگا اگه در این جهت کنیم میایم متوسط، ولی اگر اومگا در این جهت باشه، اومگا به طرف داخله، شتاب به طرف بیرونه،
حرکت کند شونده میشه. اگر اومگا و آلفا در جهت عکس باشن حرکت کند شونده میشه. شما برای تشخیص جهت آلفا از جهت تا استفاده میکنید همیشه. زد در آرش شده با مقصی میشد دیگه. آر آلفا آر این ای بذارم آر آلفا برابر میشه با شتاب مماس، هیچ فرق نمی کنه. اینجا سوال میکنن که چرا اول بردار آر رو گذاشتیم آر ضرب در اف نوشتیم، نه نوشتیم اف ضرب در آر؟ به خاطر اینکه این شکل برداری با تعریفی که برای آلفا کردم هم درست در بیاد، چون که من سرعت رو با قانون دست راست تعریف کردم برای شما، باید این گشتاورم با قانون دست راست براتون با این چه تعریف کنم. این به دلیل اینکه این دو تا برابر بشه. خب حالا اگه من بیام به مسئله‌ای که قبلا حل کردم دوباره نگاه کنم، به این مسئله‌ای که اینجا داشتیم، این مسئله رو الان من میتونم به شکل دیگه ای هم حلش بکنم با استفاده از قانون نیوتن. به این جسم یک تناب بست شده و به شما میگن که شتاب رو به دست بیارید. این دفعه میخوام دقیقا معادل نیوتن حل کنم، شتاب رو به طور دقیق بر از زمان میتونم به دستش دیگه بیارم. بس فاصله. الان یک کشش نخ دارم تی که اکسونامرش به این نقطه وارد میشه. حالا باید بیام قوانین نیوتن بنویسم. برای این جسم قوانین نیوتن رو شما بلدید بنویسید، همتون قبلا این کار کردید. ام جی به اضافه منهای تی مساوی ام ای، این قانون نیوتن برای این جسمه. برای این جسم قانون نیوتن میخوام بنویسم. این دفعه تی گشتاور باعث حرکت این میشه، شتاب میده ضرب در آر، چون که آرش ضرب در آر، سینوس زاویه بینشون چیه؟ 90 درجه است. دقیقا به نقطه وصل میشه که این نیرو به جای داره اعمال میشه که فاصلش از محور برابر آر و از زاویهش 90 درجه است. سینوس 90 درجه 1 مساوی میشه با آی حول مرکز جرم گشتاور رو، من حول مرکز جرم حساب کردم گشتاور نیرو رو، بعد حول آی هم حول محور حساب بکنم، آی حول مرکز جرم ضرب در آلفا این رابطه. چند تا معادله دارم و چند تا مجهول. تی مجهوله، ای مجهوله، شتاب مجهوله. دوباره اینجا میتونم از اون فرضی که قبل دفعه پیش کردم استفاده بکنم. دیدیم که سرعت این جسم برابر بود برابر با آر ضرب در اومگا. دفعه پیش من حساب کردم گفتم هر چی بیاد پایین این نخه باید باز بشه و این باعث چرخیدن این میشه، بس جا به جایی این برابر دقیقاً مقدار باز شدن این میشه و این آر اومگا رو میتونم بنویسم. مثل که زاویه هم میتونیم بنویسیم، جا به جایی این برابر وای اگه باشه برابر میشه با طولی از نخ که باز میشه که برابر میشه با مشتق این میشه سرعت، مشتق این هم میشه اومگا. یه بار دیگه از این مشتق بگیرم، مشتق این میشه ای، مشتق این میشه آلفا، آرک ثابته. پس یه رابطه سوم هم دارم، یک دو سه رابطه مسئله رو حل میکنم. میتونم شتاب مسئله، شتاب خطی و شتاب دورانی هر دو رو به دست بیارم. شتاب خطی و دورانی دو تا جسم به همدیگه به خاطر اینکه این نخ رابطه ای که برقرار میکنه برابر خواهد بودش حتما. خب نکته ای که من قبلا استفاده کردم در حل مسئله این بود که از قانون بقای انرژی استفاده کردم. حالا میتونم برای نوشتن قانون بقای انرژی از قانون بقای کار و انرژی استفاده بکنم. یعنی اینکه این جسمو فراموشش بکنیم، به این جسم برای من یک نیروی T
تی وارد میکنم به گوشش و این شروع به حرکت میکنه. میتونم بپرسم که کار نیروی تا برابر تی برابر چقدر است؟ کار نیروی تی برابر چقدر است؟ تغییر انرژی جنبشی این جسم برابر باید باشه با تغییر کار نیروی تی. این در واقع ما میخوایم بگیم که قانون برای حرکت دورانی هم من قانون کار و چیزو دارم یا نه، بقای کار و انرژی جنبشی رو دارم یا ندارم. خب وقتی من اینجا نیروی F رو وارد کردم برای این جه، دیدیم که در اثر این نیرویی که وارد شد این جسم شروع به حرکت میکنه، حالا شتاب میگیره در این راستا، یه جا به جایی خواهد داشتش. نیرویی که با اون قسمت از نیرویی که در راستای جا به جایی هست، هست F سینوس بتا. جا به جایی من هستش تتا. پس F سینوس بتا نیرویه و جا به جایی من هستش این آر در تتا، برای یک جزء جا به جایی کوچیک آر دی تتا. این کار مقدار کار برای یک جا به جایی خیلی کوچیک دی تتا هستش. این موجود چیه؟ همین موجودی که اینجا نشسته بود، تاس. پس کار انجام شده به وسیله یک نیرو در حرکت دورانی رو میشه به اندازه با گشت بکنم که گشتاور نیرو تا ضرب در دی تتا اندازه گیری کرد. اینو مقایسه کنید با حالت خطی که کار جزءش برابر بود با نیرو ضرب در جا به جایی دی ایکس. از طرفین اینو اگه انتگرال بگیرم کار به من به دست ببره مثلا. در حرکت خطی کار برابر بود با نیرو ضرب در جا به جایی، در حرکت دورانی هستش گشتاور نیرو ضرب در تغییرات زاویه‌ای. این کار میشه. تو این مسئله من میتونستم حرکت دورانی رو به کمک کار نیروی توی هم حساب کنم. اگر این بندازه بیاد پایین، چه این تی به چه اندازه این رو چرخونده؟ به اندازه جا به جایی این دیگه اچ چرخونده. میتونستم کار رو بنویسم که تی ضرب در جا به جایی تی ضرب در اچ، یا اینکه گشتاور نیرو ضرب در تتا زاویه که چرخیده. هر دو اینا هم معنی هستن و گشتاور نیرو ضرب در تا فرق نمیکنه توی این رابطه. بس من بنویسم تی ضرب در این بنزه اچ اومده پایین، تی ضرب در اچ میشه کار که این تنخ رو این سیستم انجام داده، یا اینکه از روی گشتاور بنویسم به جاش تا ضرب در آر ضرب در تتا زاویه که چرخیده، که تتا ضرب در آر برابر طولی که کمانی که اومده این جسم پایین، بازم همون اچ است. این دو رابطه با هم برابرن. این تا تتا است، دلتا تتا است، این تی دی ایکس، هر دوشون یه معنی میده. پس من قانون بقای کار و انرژی جنبشی رو اینجا دارم. همه چی بس هر چیزی که من توی بحث خطی داشتم اینجا دوباره دارم، چون که مثلا واقعا چیز جدیدی نیست، فقط فرمول بندیش برای من عوض شده. آخرین چیزی که من بعد بگم از شباهت ها، توان که در حرکت خطی توان برابر بود با دیدیم که تغییرات کار اعمال شده به زمان بود که dx به dt میشدش f ضرب در v، توان اعمال شده برای اینکه به نیروی مقدار کار رو در چه زمانی انجام بدیم، تغییرات dw به dt بود. اینجا هم من میتونم dw به dt رو بنویسم، میشه dt تا به dt. پس توان در حرکت زاویه‌ای تتا به ضرب با زاویه هستش، میشه تا ضرب در امگا. همه چی تکرار شد و خوشبختانه همه چی معادل مسئله یک بعدی ما هم شد در مکانیکی که داشتیم. نکته‌ای که باید دقت بکنید اینه که به جای جرم یک کمیت انرژی نشسته اینجا، لختی دورانی نشسته، که این لختی دورانی بستگی داره به این که این محور دوران کجا باشه، درست باید حساب بشه،
و به جای نیروی یک گشتاور نیرو میشینه که اونم بستگی میداره که آر کجا نشسته باشه. اگر تو این مسئله من برای دستن در نیروهای متفاوتی میتونم به این دستگیری وارد بکنم، اگر نیرویی که وارد میکنم در این راستا باشه در حرکت نمیکنه، هر چقدر نیرو وارد کنم حرکت نمیکنه، چون که بردار آر نسبت به محور دوران اونجاست. بردار آر که میشه این بردار و بردار نیرو همراستا هستن، زاویه بینشون صفره، ضرب داخل خارجیشون صفره، پس من گشتاور نیروی برای چرخش ایجاد نمیکنم اصلا، هر چی میخوام بکشمش. اگر مؤلفه ای داشته باشه در راستای که بتونه به چرخه، عمود بر راستای آر، تتا غیر صفر بشه، سینوس تتا غیر صفر میشه، اون موقع من نیرو وارد کنم در میچرخه. اگر این نیرو رو به صورت عمود وارد بکنم به ازای یه نیروی ثابت بیشترین گشتاور رو میتونم وارد کنم، چون که سینوس تتا، سینوس زاویه بتا ماکسیموم مقدار خودش یک رو داره. پس ما همیشه ترجیح میدیم برای باز کردن یک در نیرو رو به صورت عمود وارد کنیم به در. هیچ وقت هیچ کسی اینجوری باز نمیکنه. همه منظورم آدم عاقل بود. این معمولا کسی میخواد در باز کنه نیرو رو عمود وارد میکنه. و دیگه اگه همین نیروی ثابت رو به نزدیک محور وارد بکنم در باز کردن در کار سختری میشه، همون شتاب کمتری میتونم اعمال بدم به سیستم. من هر چی دستم ببرم نزدیک محور این کار سختتر و سختتر میشه، برای همین دستگیری در رو هیچ وقت اینجا نمیذارن، دستگیری در رو فاصله‌اش از محور سعی میکنن دور بکنن، برای اینکه شما بتونید گشتاور بیشتری وارد کنید. من هر چی به دورتر این کار انجام بدم راحت تره، با نیروی کمتری گشتاور بیشتر، و اون چیزی که باعث شتاب حرکت دورانی میشه این داره الان حرکت دورانیش داره و شتاب داره، میبینید دیگه سرعت زاویه ایشو من دارم تغییر میدم، میاد سرعتش مثبت میشه یه جای صفر میشه و دوباره برمیگرده، پس شتاب داره. اون چیزی که داره این شتاب ایجاد میکنه گشتاوری که بدم به دستم اعمال میکنم، و همین گشتاور اگه بخوام با نیروهای به این نقطه وارد کنم این گشتاور بکنم کار خیلی سختی خواهد شد، بعد نیرو بزرگتر باشه، چون که من اینجا با نیروی کمتر گشتاور نیروی بیشتری اعمال میکنم. چیزی که در حرکت دورانی مهمه گشتاور نیروه، نه خود نیرو. هم زاویه اهمیت داره درش و هم فاصله از محور دوران. خسته نباشید.